حزب کمونیست کارگری ایران هم طی یک اطلاعیه قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط دولت کانادا رو یک موفقیت سیاسی برای مردم ایران تلقی کرده و این موفقیت رو به همه مردم آزاده ایران در این اطلاعیه صمیمانه تبریک گفته. در همین رابطه گفتگو خواهیم کرد با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان این برنامه. ممنون که همراه ما هستید. حمید تقوایی، از شما میشنویم تأثیرات قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط دولت کانادا چه هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی داره و چه دستاوردی در واقع برای مردم ایران و مشخصاً انقلاب زن، زندگی، آزادی و چه تأثیری میتونه در روند مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به نظر من این یک گام مهمیه در جهت منزوی کردن و ترد کردن کل نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی. الان توضیح دادید شما و کسانی هم که با شما مصاحبه میکردن این نکته رو تاکید کردن که این یک خواست همیشگی، یک خواست دیرینه مردم ایران هست که در انقلاب زن، زندگی، آزادی البته با فرص بیشتری، با نیرو قدرت بیشتری مطرح شده. اینکه سپاه پاسداران جزء نیروهای تروریستی محسوب بشه، یعنی چیزی که واقعا هست و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به این عنوان این سپاه پاسداران رو طرد کنن، به اون یک نیروی تروریستی محکومش کنه. و این الان دولت کانادا الان این گام رو برداشته و ما امیدواریم که این گسترش پیدا کنه. دولت‌های اروپایی، استرالیا و دولت‌های دیگر هم به این بپیوندن و سپاه پاسداران رو تحریم کنن و طرد کنن، در لیست تروریست‌ها قرار بدن. این از این نظر من میگم یک گام مهمیه، به خاطر اینکه سیاستی که به نظر من باید بالاخره به موفقیت و پیروزی برسه و همه نیروهای واقعا انقلابی، رادیکال و ضد جمهوری اسلامی باید اون رو دنبال کنن، این هست که این حکومت در سطح جهانی بایکوت بشه، طرد و منزوی بشه، مثل اتفاقی که برای رژیم آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی افتاد. این هم یک رژیم آپارتاید جنسیتیه که از نظر کشتار و جنایت دست کمی از رژیم آفریقای جنوبی نداره. این هدفی است که در نهایت باید به اون رسید. ما به خصوص حزب ما همیشه این رو دنبال کرده و من فکر می‌کنم این اقدامات نظیر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران یک گامی در این جهته. این تصویر باید گسترش پیدا کنه. جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج بشه، از آیلو اخراج بشه، باید از سازمان امنیت اخراج بشه، باید از یونیسف اخراج بشه، باید از تمام نهادهای بین‌المللی اخراج بشه و وسیله دولت‌ها به عنوان یک حکومت آپارتاید جنسیتی، یک حکومت آدمکش، یک حکومتی که مردم ایران رو نمایندگی نمی‌کنه بلکه قاتل مردم ایرانه، به این عنوان باید طرد و منزوی بشه، سفارتخانه‌اش بسته بشه و همه روابط باش قطع بشه. این به نظر من اون هدفی که به جهت شرکت می‌کنیم و این اقدام دولت کانادا یک گام مهمی در این جهت هست. خیلی متشکرم. حمید تقوایی، روز گذشته روز بسیار تاریخی بود، 30 خرداد 1403. در یک روز این دو اتفاق افتاد، سپاه پاسداران توسط دولت کانادا در لیست گروه های تروریستی قرار گرفت، بعد جاوید رحمان از جنایت علیه بشریت در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی در واقع گزارش داد و نسل کشی زندانیان سیاسی بهائیان در دهه 60 که خب بی سابقه بود این اعلام موضع جاوید رحمان، و کنفرانسی هم که برگزار شده بود در سازمان ملل از مسئولیت از مجازات جمهوری اسلامی در طول این 45 سال در واقع گفته بود، از همون دهه 60 تا انقلاب زن، زندگی، آزادی. آیا به نظر شما اتفاقات جدیدی داره در جامعه جهانی میفته؟ آیا جامعه جهانی نگاهش به وضعیت ایران، مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و جنایت جمهوری اسلامی تغییر کرده به نظر شما؟ به نظر من ما این روند، خب این اتفاقاتی که شما گفتید بله اتفاقات خیلی مهمیه که در یک روزم هر دو اتفاق افتاد، در 30 خرداد. این هم معنی داره که این اتفاقات در 30 خرداد افتاد.
به نظر من این که الان آقای جاوید رحمان اعلام میکنه که نسل کشی کرده، جمهوری اسلامی دست به نسل کشی زده در دهه 60، مثلا بسیار حائز اهمیته، چون میدونید این گزارش ها مستنده، کاملا با تحقیقات و با مستندات اعلام موضع میکنه آقای جاوید رحمان و کلا نهادهای که به نحوی دارن کمیته حقیقت یاب و غیره که دارن حقوق بشر در ایران رو دنبال میکنن، اینها کاملا مستند حرف میزنن. این فقط یک رتوریک سیاسی یا یک موضع سیاسی نیست. خب ما به عنوان یک حزب و بسیار از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی همیشه گفتیم که این حکومت دست به نسل‌کشی زده در دهه 60، در قتل‌های زنجیره‌ای، در همین انقلاب اخیر، در انقلاب 98، در اوجگیری برآمدها و اوجگیری‌های اعتراضات گذشته، این همیشه گفتیم. ولی خب یک موضع سیاسیه و الان این موضع به نظر من مستند شده. وقتی از جانب کسی مثل آقای جاوید رحمان مطرح میشه کاملا وزن دیگه ای پیدا میکنه و به این معنا من میخوام بگم که این هم یک گام بزرگ به پیش است. این روندی که شما بهش اشاره کردید به نظر من این روندی هست که ما همیشه طالبش بودیم، در ایجادش و در پیشرفتش دخیل بودیم. یعنی این روند که ما همه نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، هر کسی، هر حزبی، هر نیروی، هر نهادی که ادعای حقوق بشر داره، ادعای دفاع از آزادی و ادعای دفاع از کرامت انسانی و کرامت زنان داره، ما باید اون رو در مقابل این انتخاب قرار بدیم که باید جمهوری اسلامی رو ترد کنید. نه تنها سپاه پاسداران، بلکه خواهان محاکمه سران حکومت بشید. این حکومت رو به عنوان دولت ایران به رسمیت نشناسید و با اتکا به همین مستنداتی که الان داره مطرح میشه این رو به عنوان یک رژیم آپارتاید جنسیتی اعلام کنید. ببینید چند وقت پیش این اعلام شد، فکر کنم از جانب زندانیان سیاسی، که آپارتاید جنسیتی باید در دنیا به رسمیت شناخته بشه برای دولت ایران و برای دولت افغانستان و به این عنوان محکوم بشه. الان بعد گفت نسل کشی جمهوری اسلامی در دهه 60 هم باید به رسمیت شناخته بشه از جانب دولت‌های جهانی، از جانب نهادهای بین‌المللی. این یک واقعیت تاریخیه و باید این رو دنیا قبول کنه که این اتفاق افتاده و بعد بر مبنایش تصمیمات لازم رو بگیرن، که به نظر من تنها تصمیم میتونه طرد و بایکوت جمهوری اسلامی باشه و تعقیب و خواست سران این حکومت به جرم جنایت علیه بشریت و امروز باید گفت به جرم نسل کشی. این دیگه الان مستند اعلام شده و من فکر میکنم این وظیفه همه ماست. ببینید یک گرایشی وجود داره که گویا دولت‌ها با جمهوری اسلامی ساختن، دستشون یکیه. مثلا وقتی حمید نوری آزاد شد این بس مدتی را افتاد و که پس چه فایده کرده این کارو که کردیم، چه فایده داشت که ما از روز اول اعلام کردیم این دستاورد هیچ چیز نمیتونه پس بگیره. محاکمه حمید نوری در واقع محاکمه جمهوری اسلامی بود و این ثبت شده و فتح شده است. کسی نمیتونه از ما بگیره و ما فکر میکنیم که باید برخورد کاملا اکتیو یا به قول خب در مورد همین برخورد اکتیو، من به خاطر اینکه میخوام قسمت پایانی صحبتمون یه جمع‌بندی هم باشه از روندی که هست و اقداماتی که باید انجام داد، الان گفتمان سر اینه که اتحادیه اروپا هم، یعنی گمانه‌زنی میشه که اتحادیه اروپا هم ممکنه به زودی این کار رو انجام بده، سپاه پاسداران در لیست گروه‌های سازمان‌های تروریستی قرار بگیره و این اتفاق، یعنی این اتفاق تاریخی در آستانه انتخابات در جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. اینم به نظر من خیلی حائز اهمیته. حکومتی که اینقدر پروپاگاندا میکنه در خارج از کشور که میخواد انتخابات برگزار بکنه، سپاه پاسدارانش رو میزنه در لیست سازمان‌های تروریستی. در اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران هم بیان شده که حزب کمونیست کارگری ایران از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد. شما هم دارید به یه تلاش بسیار تاریخی اشاره میکنید برای رسیدن به بایکوت جمهوری اسلامی. چه اقداماتی، چه رویکردی از این به بعد باید اتخاذ کرد با یه قدرت بیشتری و چه کسانی میتونن، احزاب، سازمانها، نهادها، تشکلها، فعالها، چه افرادی میتونن تاثیرگذار باشن در این رابطه؟ به نظر همه فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در خارج کشور اساساً، چون این بحث به خارج مربوط میشه، ولی همچنین در داخل کشور باید این را تعقیب کنند. ببینید مسئله بایکوت جمهوری اسلامی خب یک هدف کلی است. ما به استعاره بهش میگیم سرنگونی جمهوری اسلامی در خارج کشور. به نظر اگر این اتفاق بیفته، این کمک بسیار تعیین کننده ای به انقلاب زن زندگی آزادی در خود ایران خواهد بود. بالاخره انقلاب مردم در اون جغرافیای سیاسی باید به پیروزی برسه. نیروی اصلی اونجاست.
ولی فعالیتی که ما داریم میکنیم و اینکه اگر بریم به این طرف که جمهوری اسلامی هرچی بیشتر ترد و منزوی بشه، به همون درجه انقلاب زن زندگی آزادی در ایران تقویت میشه و به پیروزی نزدیک میشه. به این معنا اینا به هم کاملا وابسته است. نکته دیگر این هست که بایکوت هم تو گفتم یک سیاست هدف کلی هست، ولی این الان میشه این رو و اینطور شده عملا بشکنیم، تقسیم کنیم به قدم های معین و به موزگیری ها و اقدامات معینی که اونها رو روی میز دولت ها بذاریم و از اونها بخوایم. همونطور که گفتید این اصلا بعید نیست که اتحادیه اروپا هم پایین بره. به طور عملی پارلمان اروپا این رو قبول کرده. الان بحث بر سر دولت های اروپایی هست که مثل دولت کانادا سپاه پاسدار رو تروریستی اعلام کنند. و همینطور چیزی که اشاره کردم به رسمیت شناختن دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت آپارتاید جنسیتی، این مطرح شده از داخل زندان‌های ایران از جانب خود ما و از جانب خیلی از نیرو. الان در کنار این به رسمیت شناسی نسل کشی جمهوری اسلامی در دهه 60 این هم باید روی میز بیاد و بگیم این هم یک اقدامه. به این معنا من میخوام بگم سیاست منزوی و ترد کردن جمهوری اسلامی تقسیم میشه به یک سری گام‌های عملی معین که در اون جهت داریم خوشبختانه پیش میریم. این گام‌ها کاملا امکان پذیر فراخوان من، تقاضای من از همه نیروهای انقلابی در خارج کشور این هست که با یک رویکرد فعال و اکتیو به این قضیه برخورد کنند، بدونن اینها دستاوردهای اعتراضات و مبارزات مردم در ایران و در خارج کشوره و ما بخشی از این جنبش هستیم، بخشی از این انقلاب هستیم. نباید فرض کنید مثلا با آزادی کسی مثل حمید نوری به این نتیجه برسیم که پس این کارها فایده نداره. داریم میبینیم که این کارها داره به پیش میره، جمهوری اسلامی هرچی بیشتر در جهان منزوی میشه. به قول شما بخصوص امروز که در آستانه به اصطلاح این مسحکه انتخابات جمهوری اسلامی هم هستیم، این اهمیت دو چندانی پیدا میکنه. تقاضای من و فراخوان من این هست که زمین رو کاملا باید زیر پای جمهوری اسلامی در خارج کشورم داغ کرد و اجازه نداد که این حکومت بتونه مثل یک حکومت عادی و نرمال در مجامع بین‌المللی ظاهر بشه یا روابطش با دولت‌ها حفظ کنه. این هدف دست‌یافتنیه و ما با تمام توان در این جهت حرکت میکنیم. خیلی متشکرم حمید تقوایی که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. متشکرم.